بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه‌ای که جمعه گذشته رخ داد در نمایشگاه مطبوعات، سه تا نکته باید درش گفت. در رابطه یکی ماوقع و یکی انگیزه و یکی هم در رابطه با بنده. ماوقع طبق معمول ما همیشه تو نمایشگاه میرفتیم و حالا میریم، نوعا غالبا میرفتیم، اما این بار که رفتیم از یک طرف مردم محبت کردن فرامون و من حتی برمیگشتم گفتم شعار ندید، از یک طرف هم عده شروع کردن که اونا هم شروع کردن مرگ بر منافق مردم تحریک کردن که به این صورت در آمد. انبوه جمعیت هم ایستاده بود شعار میداد، اونا هم چند تایی بودن آمدن شعار دادن و ما هم برگشتیم از نمایشگاه پس از مدتی، منتها در برگشت برنامه ریزی که اونا کرده بودند بعضی افراد مسیر طوری قرار دادن که جمعیتی که پشت سر من بود نتونست آزاد بیا، لذا اونا یه مقدار تندی بیشتری کردن به این صورت. مسئله دوم انگیزه چیه؟ اینجا اولی نیست، حرم حضرت معصومه، روز شهادت امام صادق من رفتم، هر کجا اینجور حرکت ها داره شروع میشه، منتها خوشبختانه خودجوش و مردم جواب اونا رو دارن میدن و منظورشونه که ما ورود به جلسات نداشت باشیم، منظری باشیم، همطور که دفتر حزب و دفتر شخصی رو بستن ما دیگه تو خونه بشینیم و بیرون نیاییم، لذا این کارا رو میکنن که ما بیرون نیاییم. نکته سومی که باید عرض کنم در رابطه با من، تعجب میکنم که این کار رو میکنن، چون من که این کار رو جدیدن شروع نکردم، یا این حرفا رو من جدیدن نمیگم، که من که از 68 بعد از رحلت امام در رابطه با برخورد با مجلس سوم در ماجرای انحرافی که در خبرگان رهبری شروع شد، همه اینا موضع سریع داشتم و مدام هم حرف میزدم و در شرایط بسیار سخت و دشواری بودم و جمع زیادی هم از دوستانمون همون موقع هر روز به دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه غیر روحانیت میبردن و ما هم ایستادیم و سختی ها رو تحمل کردیم. حالا اون روز تازه ما در غربت بودیم و هر روز مردم نمیدونستن که این ماجرای استصفاف چیه، نمیدونستن ماجرای تغییر خبرگان چیه، اما امروز که دیگه مردم یک پارچه یا یک اکثریت قاطع موضع دارن و ایستادن، لذا در چنین شرایطی ما در هر صحنه حاضر میشیم، در صحنه حضور داریم، راهپیمایی باشه، 22 بهمن باشه، عاشورا باشه، هر روزی باشه، در هر محفلی باشه حضور داریم، منتهی یه کاری میکنیم، قبلا دعایی داشتیم به دوستانمون نگیم برای اینی که ما کجا میریم و اینا، اما حالا طبعا مورد انتقاد دوستانمون هستیم میگیم کجا میریم و لذا هیچ وقت از میدون در نمیریم و پیمانی که با امام بستیم و با مردم بستیم وفادار به جمهوری اسلامی و قانون اساسی هستیم و امام و انشاءالله در این راه محکم و قرص ایستادیم، از هیچ چیزی هم باک نداریم و انشاءالله معلوم میشه که کی صادق مونده و چه افرادی و چه افرادی صادق نمونده. در یه شرایط مناسبی که یا هر دو در قدرت باشن، هر دو جان، یا هیچ کدوم در قدرت نباشن، وقت معلوم میشه کی باید توبه کنه و چه افرادی باید توبه نکنن. ولی وقتی یه جران حاکمه هر چی میخواد بگه، یه جران هم هیچی در اختیارش نیست، خب از توبه هم صحبت کنیم. توبه باید اونا کنن که خیانت به جمهوری اسلامی میکنن و جمهوری اسلامی رو منحرف کردن و تلاش میکنن اسلامش بی محتوا کنن و پوچ کنن و جمهوریتش هم از بین ببرن و جز نام چیزی دیگه ازش نمونن.